به عزت هرچند از نسل یخ توراس واران و موشه مانوشا قهنت یعقوب. دو نکته از هفدالا فراموش کردم بگم. اولی مورد این که براخای بورم اورهایش براخای روی شم شب یک شبات تا قبل از اینکه صبح بشه، تا قبل از سپیده صبح ما فرصت داریم که براخای بورم اورهایش را بگیم و بعد دقت داشت که اگه این زمان گذشت دیگه زمان براخای بوره موره هایش، براخایی که روی شم گفته میشه دیگه میگذره. و در مورد هفدالا اگه یکی مجبور شد یا فراموش کرد که شب یک شبات در موسای شبات بیاد و هفدالا را بگه، طبق نظر ماران شورخان آروخ اینجوری برداشت میشه که تا سه شنبه قبل از این که شب بشه فرصت داره که هفدالا را بگه، که فقط براخای بوره پری هگفن و براخای همفدیل بین قدش لخولا میتونه بیاد و بگه. و با وجود اینکه بعضی اختلاف نظر در این مورد دارن، ولی طبق نظر ماران شورخان آروخ و طبق چیزی که هارا و ودیا یوسف میفرماین میشه تا سه شبات قبل از اینکه شب بشه بیان و براخای هفدالا را بگن. البته در مورد کسی که فراموش کرده یا مجبور شده، عمدن درست نیست که آدم بیاد و این کارا انجام بده. البته زمانهایی که یک شبات تعنیته، به عنوان مثال مثلا نهم آب یک شبات واقع میشه، ما از شب یک شبات وارد تعنیت میشیم، شب یک شبات فقط تو اون موقعیت که یک شنبه ها تعنیت میفته، تعنیت نهم آب میفته، ما شب یک شبات میایم براخای بوره موره هایش میگیم و متصای تعنیت یعنی یک شنبه شب که تعنیت براخا میشه، تعنیت نهم آب براخا میشه، اون موقع میایم و براخای یعین و براخای هفدالا را میگیم، که طبق نظر همه پست قیمت اونا که در کیس قبل اختلاف نظر داشتن در این مورد همه موافقن که در یک شنبه شب میان و همه هفدالا را میگن، چون که شب یک شبات و یک شنبه هیچ چیزی ننوشیدیم و نه چیزی خوردیم، تعنیت بودیم و الان که میخواییم چیز مصرف کنیم و تعنیتمون رو میخواییم باز کنیم، اون موقع میاییم و براخای بوره پری اگفن و هم عبدیل بن قدش لخولا میگیم که شب یک شب باز نگفتیم. یکی از قوانین 39 کار ممنوعه در شبات دینه سویاس یعنی رنگ کردن، ملخت سویه، کار آسوره که ما بیایم در شبات چیزی ها رنگ بکنیم. واضحه دیگه، از جمله دیوار کرد، رنگ کردن دیوار یا رنگ کردن با مداد رنگی، با هر چیزی که متقیم باشه پا بر جا بمونه، از تورا آسوره، دوارش اینو متقیم، چیزی که موقتی هم باشه بازم آسوره که ما رنگ بکنیم در شبات و از ربانان این ممنوعه. در زیر مجموعه این به عنوان مثال واکس کردن کفش در شبات برای ما آسوره، سویاس دیگه، رنگ کردنه. همینطور نمیتونیم به یه گوی بگیم که در شبات کفشمون رو برامون واکس کنه. اما اگه یه گوی خودش همینجوری اومد و ما هیچی بهش نگفتیم اومد و کفش ما را واکس کرد، میتونیم اون کفش را در شبات بپوشیم، اما این که ما بهش بگیم کفشمون را واکس کنه آسوره. و مورد دیگه این که برای خانوم ها آسوره که در شبات، در خود شبات بیان و آرایش بکنن، رژ لب یا اینکه لاک بزنن، همه اینا دین سویه داره، قانون رنگ کردن داره و در شبات آسوره و باید به این مطلب دقت داشت. و مورد دیگه این که قانون رنگ کردن در نوشیدنی ها و غذاها صدق نمی کنه. یعنی شما میاید مثلا توت میخورید دستتون قرمز میشه، این هیچ اشکالی نداره، قانون رنگ کردن نیست که از ممنوعیت رنگ کردن بگذارید. یا اینکه حالا مثالی که اینجا میزنه، حالا به صورت مثال میگیم، مثلا یکی بیاد و توتا رونون قرار بده و نونه رنگ میشه، رنگی میشه و اون نونه را میخوره، بازم در این صورت هیچ اشکالی نداره، چون که در مورد نوشیدنی ها و غذاها قانون سویه، قانون رنگ کردن وجود نداره. همینطور اگه ما به عنوان مثال مثلا توت خوردیم یا چغندر خوردیم دستمون کثیف شد، رنگی شد، بهتره اول بشوریم بعد دستمون را پاک بکنیم با دستمال. اما اگه حتی نشستیم دستمون، از اصل قانون مجازه که بیاد و
دستش رو با دستمال پاک کنه، با وجود که اون دستمال رنگی میشه. چرا؟ چون پسیقش احتلال نخاله میده ربانان موتار، یعنی اولا نیتش به رنگ کردن اون دستماله نیست و دستماله رو دور میندازه، و اینکه اون دستمال رنگی میشه از ربانانه، چون نیتش نیست و از ربانانه میشه در این مورد سبک بگیم. پس اگه غذا یا خورد و دستش رنگی شد با اون غذایی که خورده، میتونه با دستمال پاک بکنه و مانعی نداره، ولی بهتره سخت بگیره که اول دستش را بشوره و بعد با دستمال بیاد و دستش را پاک بکنه. همینطور باید دقت داشت که اگه لکی روی لباسمون افتاد، آسوره که بیایم اونا تو شبات بشوریم، و یا به عنوان مثال مثلا روغن زیتون به اون بزنیم یا نمک روی اون بریزیم که اون لکه پاک بشه، و چیزایی که باعث پاک شدن لکه روی پارچه بشه، اون کارا رو ما آسوره که در شبات انجام بدیم. و همینطور اگه کسی دستش خون میاد، مجازه که بیاد با دستمال کاغذی یا پانسمان اونا پاک بکنه و مانعی در این مورد نیست، اما بهتره که بیاد اول اونا بشوره بعد این کار انجام بده. ولی میقار حدین اگه بیاد با پانسمان یا با دستمال کاغذی روی اونا بپوشونه، با وجود اینکه اون دستمال و پانسمان رنگی میشه، از اصل قانون اشکالی نداره، چون که اون پانسمان و دستمال رو بعد دور میندازیم و اصلا هیچ احتیاجی به اون نداریم. همینطور در مورد مایعات ما میتونیم بیایم یاین قرمزا با یاین سفید مخلوط بکنیم، با وجود اینکه اون یاین سفید تبدیل به یاین قرمز میشه، هیچ اشکالی نداره. همینطور موقعی که میخواییم سنیچ درست بکنیم و میاییم به اون سنیچ آب اضافه میکنیم و رنگ به اون داده میشه، هیچ اشکالی نداره، چون که این اصل ما داریم که در مورد غذاها و نوشیدنیها قانون سویگر، قانون رنگ کردن وجود نداره. و مورد دیگه این که بعضی افراد هستن عینک هایی دارن که وقتی میرن تو آفتاب این عینک شیشه هاش تیره میشه، سیاه میشه و رنگش تغییر پیدا میکنه، اونم اشکالی نداره در شبات این عینک زدن ها را، با وجود اینکه رنگش تغییر پیدا میکنه، چون که کوانای ما نیست و خودش خود به خود این اتفاق براش میفته، میشه در این مورد سبک بگیریم و مانعی نیست. و همینطور ما مجازیم در غذامون بیایم و زعفرون بریزیم، با وجود اینکه اون زعفرون رنگ میده به غذا و هیچ اشکالی در این مورد نیست. یا اینکه بیایم سس بریزیم در غذامون، هیچ اشکالی نداره، میتونیم در بشقابمون بیایم و سس بریزیم، قانون سویگر، قانون رنگ کردن در این مورد وجود نداره. یا اینکه به عنوان مثال یکی بیاد و کلوچه یا در لیوان چایی بزنه و به این شکل رنگ کلوچه عوض میشه، بازم اون هیچ اشکالی نداره، طبق اون قانونی که گفتیم سویه رنگ کردن در مواد غذایی و نوشیدنی ها وجود نداره.